دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای فال روزانمون با هم میپردازیم به انرژی سه شنبه 23 اسفند. دوستان عزیزان مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه از کانال شدین، خیلی خیلی خوش آمدین عزیزان دل و صفا آوردین و همچنین من قدرشناس تمام زحمات شما دوستان و یاران عضو کانال هستم که با دیدارتون از این کانال، با بازدیدهاتون و با لایکاتون از این کانال که کانال خودتون هست حمایت میکنین عزیزان دل. مثل همیشه اولین کارتی رو که با هم دیگه شروع میکنیم هیجانات شما هست که مهم هست ببینیم در چه هیجاناتی ممکن هست قرار بگیریم. خب بریم ببینیم چه خبر هست دوستان و چه هیجاناتی باتون همراهی میکنه برای سه‌شنبه. تغییر و تحول، به فکر تغییر و تحول هستین. ببینید حسی اینو دارم که بشونم یه چیز تغییر بدم توی زندگیم. خب ببینیم چه خبر هست در پشت کارت ها. انتقاد یا اینکه بر اساس انتقاداتی که ازتون شده میخواین خودتون رو تغییر بدین، یا اینکه دوستان توجه کنین که خودم رو انتقاد میکنم از روی یک سری از مسائل و تصمیم گرفتم که تغییر در زندگیم به وجود بیارم. خب بریم ببینیم کارت های دیگه چی بهتون میگن عزیزان در ارتباط با این کارت. اوکی. کارت بعدی حرف از ستاره میگه که یعنی تغییری که شما دارید، تلنگری که به یک سری خورده که بخوان چیزهایی رو توی زندگیتون عوض کنن. ببینیم ستاره و خورشید در کنار هم افتادن، میگه روشن هست، شما رو به موفقیت خواهد رسان. ممکنه این تغییر زمان ببره ولی تغییری هستش که راه شما رو روشن میکنه و زندگی شما رو روشن میکنه دوستان. اما بریم ببینیم که چه خبر هست در کارت های دیگه. کارت بعدی عزیزان دل ببینیم در ابتدای میگه یک مسئله هستین، یک شروع احساسی ممکن هست برای یک سری ها باشه دوستان و اینا در ابتدای یک راهی هستین، راه تغییر و تحولات، راهی که در اون روشن هست همه چیز، راهی که شما را به یک موفقیت داره میرسونه دوستان. و ما بریم ببینیم که کارت های بعدی رو تو هم حرف از خارج میزنه، حرف از خارجی میزنه، یه رو مسئله هستش که برای شما هم تازگی داره دوستان، در واقع چیزی که نمیشناسمش. خب مسئله هستش که درون هستم، ببین تغییری که در زندگیم دارم به وجود میارم، در ابتداش هستم، حالمو خوب خواهد کرد، راه من روشن خواهد شد، حتی تغییراتی در رفتارمون دوستان، اوکی، حتی تغییراتی در حالت برخوردمون با دیگران هم ممکن هست باشه که ببینید که شما رو چیکار میکنه، شما رو به سمت و سوی بهتری خواهد برد، با اینکه نمیدونم چه خواهد شد ولی خب شروع میکنم یه کاری رو انجام بدم توی زندگی. حالا حتما یه کار شاقی نمیخواین انجام بدین، یعنی یه مسئله کوچیکی هم که باشه خودش کلی هستش. حالا بریم ببینیم آخرین کارت در ارتباط با با خط انرژی به شما چی میگه دوستان. خب کارت بسیار زیبای کائنات براتون افتاد. ببینید دارم میبینم که یک دوره رو تمام میکنیم، موفقیتی که در راه هست به خاطر این تغییراتی که شاید از زمانی هست شروع شده و داره ادامه پیدا میکنه. این مسئله شاید در ابتدا شما نمیدونستین به کجا داره میرسین ولی شما رو داره به سمت و سوی بهینه میبره و به یک تکامل داره میبره. برای یه سری ها واقعا دوستان دارم میبینم که تغییر داره براتون به وجود میاد در ارتباط با بین الملل. خب حالا برای هر کسی یک معنای خاصی ممکن هست داشته باشه. بریم ببینیم که چه خبر هستش که در کارت های دیگه. عزیزان دل توجه کنید، خط انرژی من همیشه از توی همه فال ها، نه که همیشه میگم ولی اکثر اوقات بهتون میگم کلید ها رو بگیرید. برای هر کسی ممکن هستش که یک مسئله باشه، اوکی، ممکن هستش این تغییر در ارتباط با فرزندتون باشه مثلا، اوکی، تصمیم گرفتم که یک راه دیگه ای رو برم، امکان داره، اوکی، ممکن هستش که یک پروژه جدید در ارتباط با بین الملل شروع کنم، ممکن هست مسئله که دور و بر شما داره اتفاق میفته. ببینین کجا هستین، موفقیتی که پیش رو دارین، ببینیم در سر شما چه خبر هست دوستان. در سر شما استقامت شما،
محتاط بودن شما، برنامه ریزی شما، اینجا دارم میبینم که در مورد یه سریاتون در انتظار به سر میبرین، حوصلتون هم سر رفته ولی هنوز منتظر هستم. خب ببین، در مورد مسائل احساسی هم وابستگی اینجا دارم میبینم، به کسی وابسته هستم یا به مسئله وابسته هستم، هم ممکن است به سمت شخصی گرایش دارم و همین که میخوام آزاد باشم، این ممکن هست باشه. و اینا موفقیت براتون دارم میبینم در مورد یک مسئله احساسی دوستان. اوکی، به سمت شخصی ممکن هستش که یک سری از گرایشاتی وجود داشته باشه و همچنین موفقیتی که در چشمان دیگری یا دیگران داشته باشه. برای سه شروع درست حسابی دارم میبینم دوستان. اوکی، پیشنهادی که ممکن هست در ارتباط با مسائل احساسی به سمتتون بیاد. در مورد مسائل کاری شما چه خبر هستش؟ در مورد مسائل کاری دارم برای شما دوستان شروع میبینم و ریسک کردم میرم، ریسک میکنم و شروع میکنم، خب مسئله رو آغاز میکنم و بسیار دارم میبینم یه سریاتون کار میکنین. ببین دقیقاً یه چیزی رو میخوام شروع کنم، حرکتی انجام بدم ولی نمیدونم چه پیش خواهد اومد. در مورد مسائل مالی فعلا در انتظار هستین، آماری از زندگی مادیتون میگیرین، کارهایی رو انجام دادین یا منتظر هستین، ممکن است ارتباط با مسائل ملکی هم باشه دوستان. در ارتباط با مسائل اجتماعی شما دارم میبینم که عزیزان در دید درستی ندارین و شک و تردید شما زیاد هستش. احساس میکنم زندگی اجتماعی یک سریاتون دوستان در یک استاندبای هست. در مورد مسائل چالشی شما این هستش که تفکر کنین و اینکه صبوری باید بکنین برای من اینجا. خب ببینیم چه چیزی کمکتون میکنه در چالش شما. چه چیزی کمکتون میکنه؟ شفای قلبیتون دوستان، این که شما به یک درجه از احساسات رسیدین که برای مسئله یا حتی برای پروژه دوستان، بهتون گفتم این بالا ممکنه راهی رو شدید شروع کنین، این ممکن است همین باشه. مسئله هست که برای شما خیلی خوب هستش، خیلی دلتون میخواد یا راهی رو برین، یعنی که کاری رو انجام بدین دوستان در مورد یک مسئله که ازش دل کندین، صبوری کردم، در یک سکوت موندم، الان یک شروع دوباره به خودم میدم و به چه سمتی میرین و ببینیم به هم دیگه به چه سمتی میرین. آخرین کارت، یک هماهنگی، یک شروع احساسی، یک قرارداد، ببینید کجا هستین دوستان. اوکی، بسیار عالی، میگه مسائل در راه هستن. خب عزیزان دل دارم میبینم اینجا به تغییر تحولی که در راه هست برای شما عزیزان دل، شروع یک مسئله جدید در زندگیتون و تکامل شما رو اینجا دارم میبینم. در سر شما این هستش که محتاطانه عمل کنم و هنوز استادگی کنم برای مسئله‌ای، برای که شاید در سرتون این هستش که من مطمئنم که موفق خواهم شد. خسته هستین ولی سر پا هستین دوستان. در دامنه احساسی برای شما هم گرایش میبینم و هم موفقیت میبینم دوستان. یه سری از شما دوستانین که آزاد باشین در دامنه احساسی، یک سری از شما دوستان دارم میبینم که یک دامنه، در دامنه احساسی یک دوره از زندگیتون هم داره به پایان میرسه و وارد یک دوره جدید از زندگیتون دارین میشین. حالا ممکن هست یک سری ها به شخصی وابستگی دارین دوستان در دامنه احساسی که اون شخص دوست داره آزاد باشه. به هر حال در دامنه کاری برای شما یک حرکت میبینم، یک شروع میبینم، یک مسئله‌ای که رها کردنم هستش، خودم رو رها میکنم و یک شروع دوباره به خودم میدم. در دامنه مالی دارم میبینم که فکر میکنین و اینکه حرف از سرمایه گذاری میزنه، آماری از زندگیتون دارین میگیرین. در دامنه اجتماعی دوستان شک و تردید شما زیاد هستش، چالشتون این هستش دوستان که خوب تفکر کنین و چیزی که کمکتون میکنه در دامنه چالش شما این هستش که شروعی که به خودتون دادین و اینکه شفای قلبی که برای شما به وجود اومده. و به چه سمتی میرین؟ به سمت یک هماهنگی دوستان دارین میرین. اوکی، ممکن هست یک سری از شما دوستان پروژه هایی که دارین و شروعی که میخواین داشته باشین در مسئله ممکن است احساسی باشه، هماهنگی اینجا میتونم بگم همینجور مسائل احساسی هم ممکن هست باشه، همینجور که قراردادی هستش، مسئله هستش که فعلا برای خودتون نگهش داشتین. خب دوستان بریم ببینیم که چه خبر هست در کارت های
احساسی شما. من از Spark of Love استفاده میکنم، ببینیم که در مورد مسائل احساسی چه خبر است. او دو تا کارت افتاد اینجا. برای که فراوانی وارد زندگیتون بشه، دوستان میگه که یه چیزی دارین میبرین از زندگیتون، یا اینکه بعد از یک جدایی دارم میبینم که یک سری از شما فراوانی داره سراغتون میاد. اوکی؟ از جانب شخصی که باهاش در یک، برای یک سری عزیزان در جدایی هستین، با شخصی که بهش خیلی وابستگی دارم میدم پشت بود دارین و اینجا دارم برای شما فراوانی میبینم. اوکی؟ خب حالا بریم ببینیم که چه خبر هست در کارت‌های عزیزان. قطب مؤنث و نه جنس مؤنث، افرادی که مسائل احساسی و معنوی برای شما مهم هست، شما دوست عزیزی که دارین این فال نگاه میکنین. خب میگه که من خوشحال هستم و خوشبخت با تو و یا بدون تو. بهتون گفتم دیگه، همون کیک خامه‌ایه، اگه گلاسه روش باشه خوشمزه تره، خب نباشم همینجوری خوشمزه است. میگه که من از دلبری های خودم استفاده میکنم و اینکه در واقع جاهای دیگه هم دلبری میکنم، در واقع به خودم اعتماد به نفس ندارم. من موافق نیستم که اعتماد به نفس ندارم، اتفاقا خوشبخت هستش و از ببینیم دیدیم اینجا موفقیت هاش رو و آزادی رو و اینکه دیگه نمیخواد خودش رو در یک مخمصه بندازه. و اینجا دارم میبینم که میگه که من اهدافی دارم که باید به اونها برسم و من هیچ چیز رو رها نمیکنم. و آفرین به عزیزان دلی که در دنیا رو روی خودشون نمیبندن و اینجوری منتظر نیستن که کی خواجه از در درآید و اینکه کاملا کاراشون همونجوری که باید انجام میدن. و اما بریم ببینیم قطب مذکر بنده خدای همیشه گرفتار در چه حالتهایی هستش. همیشه قربانی، همیشه گرفتار، همیشه عزیزان این منظور آقایون نیستن، منظور کسایی اینه که ارزش‌های پایین دنیوی ارزششون هستش و همیشه قطب مؤنث از دستشون در عذاب هستش. خب بریم ببینیم چه خبر هستش. اون هم مثل قطب مؤنث میگه منم میخوام برم دلبری کنم و در واقع به خودم اعتماد به نفس ندارم. اون منظورش اینه که من میخوام تمام کره دنیا از دستم راضی باشن. میگه که من خودمون رو قربانی این شرایط کردم و اینکه نمیدونم چه کار دیگه نمیتونم از دستم بر بیاد. و اینجا میگه که من به یک بلوغ رسیدم و بزرگ شدم و دیگه اون شخص قبلی نیستم. اوکی. با یه سیبیل آدم مرد نمیشه، با یک گلم بهار نمیشه. یادتون باشه همیشه من این حرفو میزنم و تکرار میکنم. بریم ببینیم که دوستان عزیزانی که در جدایی هستین، شخص مورد نظر شما در چه انرژی هایی هست. ببینیم که شخص مورد نظر شما، دوستان عزیزی که در یک جدایی هستین، در چه انرژی هایی تشریف داره. نمیذارم سر جاش. زندانی زندگیم هستم، میگه بنده خدا. زندگیم بر شانه های من سنگینی میکنه و اصلا خوشم نمیاد از زندگیم. احساس میکنم که در تنگنا هستم و اینکه نمیتونم تصمیم بگیرم که همه چیز رو تکان بدم. احساس میکنم که دست و پای من بسته است. ایمان داشته باش که موفق خواهم شد که خودم رو رها کنم. ارایم. خب بریم ببینیم دوستان فرشتگان مقرب چه پیام براتون دارم. اولین کارت. خب به ندای درونی خودت گوش بده. این صدای درونی که داری به این صورت هستش که من حرفای خودم رو به تو میرسونم و میتونم به تو جواب یک سری از سوالات رو بدم. یه وقتایی هستش که راهی رو برات مشخص میکنم که اون راه رو بری، برای این که شاید احساس میکنم که تو گم و گیج هستی یا اینکه یک خطر واقعی نزدیک تو هست. یاد بگیر که به پیام ها یاد بدی که گوش بدی به این پیام ها و به اونها اعتماد کنی. و اما عزیزان از دست رفتمون رو با هم دیگه ببینیم.
ساعت 11:11 یه وقتهایی هست که من توجهی تو رو توسط ساعت به خودم جلب میکنم. این ساعتهای جفت یعنی این که من به تو فکر میکنم و در این لحظات با تو هستم. پیام من این هست، من در هر لحظه از تو حمایت میکنم. عزیزان دل، این فال شما بود و میبرم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.